فکر میکنید آمریکا، اسرائیل و حتی جمهوری اسلامی، خود جمهوری اسلامی، آیا آمادگی ورود به چنین جنگی در خاورمیانه وجود داره؟ در اسرائیل الان دولتی سر کار است که نگاه عهد عتیقی به مسائل ژئوپلیتیک و مسائل سیاسی در قرن 21 داره. بازتاب همین جناح رو متاسفانه در پیرامونیان شاهزاده رضا پهلوی در واشنگتن و نیویورک میبینید و باید از ایشون سوال کرد، تجربه که به سیاست ایران و مربوط میشه، از ایشون سوال کرد که یا شما موافق هستید با این چیزهایی که اطرافیان شما میگن و علنا در رسانه‌ها و در فضای مجازی. آقا اگه بخوایم وارد این بحث ها بشیم خیلی ممکنه که به حاشیه بریم، اگه میشه متمرکز بله، ولی به هر حال مربوط به سیاست ایران میشه و شما نمیتونید نادیده بگیرید آنچه که در واشنگتن و نیویورک از جانب ایرانیان گفته میشه که به نظر من تا حدودی بسیار زیادی غلط هم هست. متاسفانه بخشی از اپوزیسیون ایران در واشنگتن و در نیویورک رسما و علنا به دنبال تحریم بیشتر و زدن سر اختاپوس هستن که در زمانه ما و در جریان این جنگ معنی دیگری جز جنگ نداره. یعنی که بشینیم و با یک نگاه بسیار بسیار اکادمیک و یک نگاه تئوریک به مسئله نگاه بکنیم و بگوییم که نه، نباستی عجله کرد، یک راه کم هزینه. کدام کم هزینه؟ شما از کدام منظر این هزینه رو بررسی میکنید؟ از منظر مردم ایران؟ و شما صدای مردم ایران میشوید که با هزینه کمتری میشود این وضعیت رو عوض کرد؟ نه، به نظر من آقای دکتر بهرام و همه کسانی که به این مسئله کم هزینه اعتقاد دارن باید تأمل بیشتری بکنن. اشتباهات زیادی در گفته‌های شما هست که راه حل ایران راه حل سیاسی است و نه نظامی. در همین غزه 20,000 نفر کشته شدند و به احتمال زیاد هزاران نفر زیر آوار هستند که بعداً آمارش مشخص شد. تعداد بسیار زیادشون زن و کودک هستند و چون این راه حلی برای ایران به معنی قاطعیت نیست، به معنی دیوانگی است. قاطعیت در رابطه با ایران پرهیز از مهملات، پرهیز از پرت و پلاست. همونجور که در جنبش مهسا دیدیم، در جورجتان دیدیم و پس از او در این چند ماه گذشته دیدیم. از پرتوپل